با آنکه یک بار دیگر روند صلح افغانستان به بنبست خورده است، رئیس شورای عالی صلح پایان خشونت ها را نیاز جدی مردم افغانستان می داند و می گوید یگانه راه پایان جنگ در کشور نیز گفتگوهای صلح است. وی که در مراسم بزرگداشت از دهم محرم صحبت می کرد می گوید مردم افغانستان خواهان صلح است که منافع کل مردم در آن نهفته باشد. از طریق جنگ اگر ما میتونستیم حل کنیم باید در این چار دهه حل میکردیم، نشد. اما بارها گفتم صلح عزتمندانه، صلحی که خیر برای همه طرف ها و همه جوانب باشد، صلحی که به یک آرامی پایدار و ثبات پایدار برسد. بار دیگر باز هم صدا میکنیم سر همه طرف هایی که در صلح دخیل هستند که راه صلح را بپیمایند. جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست، اما هیچگاه تسلیم در برابر هیچ قدرتی هم نخواهیم شد، از حق و عدالت خواهی خود نخواهیم گذشت. در همین حال شماری از سیاسیون دیگر میگویند جریان روند صلح در 10 ماه گذشته میان آمریکا و طالبان از محرمیت بی سابقه برخوردار بوده است. نیاز است تا رئیس جمهور در پیوند به جزئیات آن به مردم معلومات دهد. انتقاد کلان ما سر پروسه صلحی است که از محرمیت بی سابقه برخوردار بوده. موضوعات ما نمیفهمیم که در موافقت نامه یا در مستوده موافقت نامه که صورت گرفته که قرار بود یک روز یا 2 روز قبل به امضا برسد در این چیز ذکر شده. از سوی هم رئیس اجرایی حکومت و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که حرکت های صلح‌آمیز در چارچوب قانون حق مردم افغانستان است. حرکت های صلح‌آمیز و در چارچوب قانون مردم، چه در راستای سهمگیری در انتخابات، حق مردم افغانستان است و در راه تحقق این حق مردم افغانستان در گذشته هم قربانی دادن، امروز هم در صحنه هستند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ مذاکرات با طالبان را منتفی گفته است و افزوده است که فشارها بر ضد طالبان افزایش می یابد.